درود به شما دوستان و همراهان همیشگی. ممنون که با این برنامه با ما همراه هستین. همونطوری که میدونین این روزا هوای ایران به شدت سرد شده، اصلا به نظر من سردتر از قطب شمالم شده، انگار جای وارونگی هوا ما وارونگی کشورها رو داشتیم. خلاصه این که تو این سرمایه هوا و کمبود گاز و قطع عمدی گاز به نظر من توسط نظام فاشیستی کار دست خودش داده، میخواست مردم رو سرکوب کنه، اما دید برعکس شد، مردم صداشون در اومد و بلند شدن و ریختن تو خیابونا. تو استان خراسان تجمع مردم در شهرستان تربت جام در اعتراض به وضعیت گازرسانی. در گزارش‌های از شهروندا گفته شده که گاز 16 خانوار قطع شده. سه روزه که تو استان خراسان گاز قطعه. مردم با بچه‌های کوچیک متأسفانه سه روزه که گاز ندارن تو این سرمای منهای 13 درجه. در یحیی آباد نوشته گلخونه داریم، همه گلا نفله شدن. فرمانداری ماشین از کپسول پر کرده، فقط نمایش میده که ما گاز تربت جامو داریم حل میکنیم، در صورت که هیچ کپسولی به هیچ کس نداده، فقط الکی تو سطح شهر دور میزنه و برمیگرده میره تو شهرداری. بعد از تجمع اعتراضی مردم درگیر شدن با وحوش حکومتی بر اثر قطعی گاز و چند تا هم زخمی شدن از مردم. عده‌ای از مردم هم هجوم بردن به هلال احمر که بتونن وسایل گرم کننده بگیرن، اما مامورای هلال احمر اونا رو به داخل راه ندادن. در ادامه قطعی گاز در سراسر ایران صف طولانی خودروها برای دریافت بنزین تو شهر بابل مشاهده شده. گفتن از دو روز پیش بسیاری از جایگاه‌های ارزی سوخت به خودروها به خاطر نداشتن بنزین تعطیل بودن و معدود جایگاهایی که قادر به ارائه بنزین به خودروها هستن با صفای چند کیلومتری مواجه هستن. کلن بحران انرژی تو ایران گریبانگیر خود جمهوری اسلامی شده. امروز 26 دی 1401 ملت تو صف بنزین هم بعد دو روز قدی بنزین اینجا باقوله میبینید که همچنان تو صف بنزین و این صف تموم نشده. گاز 16000 خانوار رو قطع کردن. به خدا با سشوار ما بچه‌مون رو گرم می‌کنیم. 5 شبه، خب 5 شبانه روزه ما گاز نداریم. چرا اطلاع رسانی نکردن؟ چرا طولانی قطع کردن؟ چرا 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت قطع می‌کنن؟ ما چیکار کنیم؟ بچه کوچیک داره. ستاد بوران بری چی داری؟ می‌بینی توده هوا سرما داره میاد. فشار گاز جوابگو نیست، درخواست بده فشار گاز زیاد کنه. بعد 3 روز الان 3 روزه روستا گاز ناقطه. بچه 3 روزه دارم خانه. با همین خبرنگار بیا برین داخل خانه ببین چه جوری داره مور گرم میکنه. کپسول چرا داره 750 تومان؟ ندادن 750 دادن کپسول. اینتر گفتم 600 تومان. پیتر برقی آورده دانه 600 زاتن. مردم همه کارگر وقت که کار خوابیده از کجا 600 زاتن بیاره ایتر بگیره؟ آقا ما میرم دم پیکنیک فروشی، چرا پیکنیک مده دانه 100 تومان؟ این چه قانونیه؟ دانه هم میگن خط لوله، خط لوله تا 2 سال دیگه هم نمیاد، به چه درد ما میخوره؟ در یحیی آباد گلخونه دارم، 100 میلیون تومان با 1000 مکافات وام گرفتم، همش هم گل خریدم، گلام همه دارن نفله میشه. ماشین کپسول پر کرده از طریق فرمانداری، فقط نمایش میده که ما گاز تربت‌جام رو حل کردیم در جایی که یک دونه به کس نداده. یک پرده زده هی میره شرکت گاز رحیم آباد، هی میاد اینجا الکی در سطح شهر دور میزنه که ما کپسول توزیع کردیم، یک دونه به کس نداده. هنی الان اینجا بود، آقایون میدونن دوباره گذشت. خدا وکیلی الان تمام بچه ها خورد سرما زده بردن بیمارستان، هزینه بیمارستان الان اینا ندارم. بعد ما دو شب رفتیم به خانه از سر کار میرم، آقا یه غذای گرم ما یه هفته نخورده. آقا بالاشهر الان گاز داره، الان طرف ها ما ندارم. بابا این چی قانونیه؟ خود به خدا بیا آقا بیاید مردم مشکل حل کنه، فرمانداری هر که هست بره آقا نگاه کنه درد مردم ببینه چیه. الان مردم آواره، الان خود ما یک مادر پیزال داریم، خدا وکیلی 4 تا 5 تا لحاف تو پتو بالای انداختون. من همین الان شما رو میبرم رحیم آباد، ببینید حدوداً 1 کیلومتر صف پیکنیک و گاز. ماشینا میان، ماشینا رو هر کدوم 50 تا 30 تا 40 تا دارن، ماشینا رو پر میکنن. ما از ساعت 5 صبح به صفیم. الان 2 تا بچه کوچیک دارم تو خانه، به خدا قسم نه بخاری دارم،
نه پیکنیک دارم نه چراغ اینا رو گرم کنم. همه این خانوما، همه این آقایون. اورژانس اردبیل اعلام کرده که 58 دانش آموز در پی مسمومیت با مونوکسید کربن به بیمارستان منتقل شدند. رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان اردبیل اعلام کرده که روز 26 دی در پی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در مدرسه فرزانگان اردبیل 58 دانش آموز به بیمارستان منتقل شدند. سعید مهری علت مسمومیت دانش آموزان رو نشت گاز از موتورخونه اعلام کرد و مدعی شده که حال عمومی همه دانش آموزان مساعده. حالا اینکه خبر واقعی چی باشه ما هم بیخبریم. امیر لباب زندانی سیاسی سابق از استراسبورگ گزارشی داد و گفته ساعتی پیش از آغاز تجمع عظیم هموطنان آزادی خواه در حمایت از تر جمعیت بسیار عظیمی تو استراسبورگ جمع شدن. این ویدیو رو با هم ببینیم. خالی از لطف نیست همت مردم خارج از ایران. با عرض سلام خدمت همه عزیزان، این گزارش رو تهیه می‌کنم برای رسانه مبارز و مردمی دورتیبی. در استراسبورگ هستیم در کنار مردم شریف ایران که در اینجا تجمع کردن در حمایت از ملت شریف ایران و برای این که اعلام بکنن که سپاه پاسداران باید در گروه تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره به خاطر جرم و جنایت هایی که تا الان انجام داده و ما امیدواریم که امروز در پارلمان اروپا این تاییدیه قرار بگیره که سپاه تروریستی بودنش در اروپا هم ثبت بشه و در لیست تروریستی قرار بگیره. امید پیروزی ایران و ایران. گفتگویم ببینیم با علیرضا آخوندی، یکی از سازمان دهندگان تظاهرات بزرگ ایرانیان در استراسبورگ که نماینده پارلمان سوئد هم هست، در رابطه با همین یک دستی و اتحاد مردم خارج از کشور. آقای آخوندی، امروز این تجمع اینجا جمع شدن برای اینکه برای سپاه پاسداران و تروریست اعلام میشه. به نظر شما چقدر حضور این جمعیت میتونه مؤثر باشه در تصمیم اتحادیه اروپا برای تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران؟ مرسی. فعلاً خواستم شروع کنم تشکر کنم از تک تک آدمایی که واقعا لطف کردن اومدن اینجا. صدای مردم شجاع ایران هستن و من امیدوارم که این تجمع و کارهای دیگه که ما انجام میدیم باعث بشه که به نتیجه اون برسیم. سپاه پاسداران و تروریست اعلام کردن کار کلیدیه که ما باید انجام بدیم به خاطر که نزدیکتر به مقصدمون برسیم، از شر این رژیم قاتل بتونیم خلاص بشیم. و اما حضور گسترده مردم غیور سنندج در مراسم 40 شهید راه آزادی میهن هومن عبداللهی در روستای حسن آباد رو با هم ببینیم. فراموش نکنیم این شهیدان با فدا کردن جون خون خودشون درخت آزادی رو در میهن اشغال شده آبیاری کردن. بهترین و شایسترین قدردانی از جانفشانی این قهرمانان ملی ادامه راه خونینشون هست تا آزادی کامل وطن عزیزمون ایران. دموکراسی برابری Oh,
1402 در کل 40% افزایش پیدا کرده و در اون بودجه نهادهای مذهبی و حکومتی بین 100 تا 450% رشد کرده، اما بودجه طرح کاهش آلودگی هوا اصلاً کم نشده. اعلام هم کردن که بابا از اول سال تا الان کلن به خاطر آلودگی هوا و مسائل و مشکلات دیگه بچه‌ها تو این چند ماه فقط 36 روز مدرسه رفتن. حالا این کلاه افتخارتون رو بذاریم بالاتر. بودجه نهادهای مذهبی هر روز داره بیشتر میشه، ولی بودجه آموزش و پرورش هیچی بیشتر نشده. بر اساس جدول‌های منتشر شده از بودجه 1402، بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی برای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی بیش از 141 میلیارد تومان هست. تو سال 1401 بودجه این نهاد وابسته به حکومت جمهوری اسلامی که محمد تقی مصباح یزدی مرجع تقلید تندروی گروهی از شیعیان اون رو در سال 74 تأسیس کرد 33 میلیارد تومان بود که حالا برای سال آینده 428% افزایش داشته. این در حالیه که لایحه بودجه دولت برای سال 1402 در کل 40% افزایش داشته. سهم حوزه علمی قم هم تو همین اوضاع 2 برابر سازمان حفاظت محیط زیست شده. این گزارش رو با هم ببینیم. بودجه درخواستی و حداقلی 103 هزار میلیارد تومانی و 3 میلیارد دلاری سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای قانون هوای پاک امسال نیز از ردیفه بودجه 1402 حذف شده و تنها 3 هزار میلیارد تومان سهم این سازمان در بودجه سال آینده منظور شده. داریوش گل‌علیزاده رئیس مرکز ملی هوای سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داده آلودگی هوای 27 شهر ایران طی سال گذشته حدود 21 هزار مرگ و میر و 11 میلیارد دلار خسارت در پی داشته. به گفته تلاشگران محیط زیست ایران، امسال برای نخستین بار موضوع هوای پاک و محیط زیست به مطالبات عمومی مردم افزوده شده و در واژه زندگی شعار زن زندگی آزادی تجلی یافته. اما حاکمیت با حذف بودجه اجرای قانون هوای پاک مصوب مجلس عملا به این مطالبه اساسی معترضان بی‌اعتنا بوده است. از سوی دیگر حوزه‌های علمیه که به دلیل حمایت یک پارچه از حاکمیت و سرکوبگران آماج اعتراضات 98 و اعتراضات سراسری اخیر بوده و با شعار آخون باید گم بشه روبرو شده، با افزایش سهم بودجه پاداش خود را از حاکمیت دریافت کرده است. به گفته کارشناسان، حاکمیت با افزایش سهم این نهاد مذهبی به 6400 میلیارد تومان یعنی 2 برابر بودجه سازمان حفاظت محیط زیست عملا نشان داده همچنان به حقوق شهروندان مبنی بر هوای پاک و تجلی یافته در شعار زن زندگی آزادی بی توجه بوده، به افزایش حمایت از نهادهای توجیهگر استبداد و سرکوب اصرار دارد. به امید پیروزی و آزادی میهنمون ایران. تا درودی دیگر، بدروده.